کاروان سراوی کاراتایگار. یه نزدیکتر گندایدار، خشم از چشمونت جاریه. این غذا برای منه یا پدرت؟ دوست ندارم در مورد احساسم دروغ بگم کاراتایگار. در واقع نیازی به این داستانو نبود گندایدار. خدایی نکرده اگه فردا بلایی سر پدر پیرت بیاد، آیا جانشینی تو به صلاح کاییا نیست به سر جان؟ اگه روزی خان بشم پوستتو میکنم و لاشتو قضای سگا میکنم لعنتی. عجب، وقتی به قبیله اومدم فکر میکردم ارتغرل قوی تره، ولی بعدش فهمیدم کسی که بیباکتر بود و دندون نشون نمیداد یکی دیگه بود. میاریدش. حمزه، به پدرت یه فرصت دیگه میدم گندایدو. حمزه رو میفرستم پیش پدر جونت. محترمانه پیشنهاد میدم فردا به تنهایی اسیرا رو بیاره و تحویل خودم بده. اگه پیشنهادم رو قبول نکنه، اول تو و تمام کاهیا رو میکشم. هر کاری که یه فرمانده مهربون و خوشنیت انجام میده رو من. این راسی چه ببر؟ ابروانت کمان است، ابروانت کمان است. باید طوری به شوهرت نگاه کنی که دلباخته ی تو بشه. چشمش به جز تو کسی رو نبینه. من زیاد نزن، نمیخوام خیلی به چشم بیا. نگران نباش، زیبا میشی مثل همسره ی خان، با موهای ابریشمیت، خواهر زیبای من. امشب همه ایل به تو نگاه میکنن، اما بیشتر از همه ارتغرلی که دیوونت میشه. واقعا نگاه میکنه؟ معلومی دختر، نگاه کردن به کنار چنان دلباختت میشه که هفت اقلیم میفهمن. بچه های گلم، تو گذشته وقتی که هنوز از خاک اجدادیمون به اینجاها کوچ نکرده بودیم، قبیله مشکلی داشت. مشکل چی بود؟ موجود خشمگینی که به مردم حمله می کرد، اسبا رو می خورد، گله ها رو تیکه تیکه می کرد، یه اشتها بود. مردم می ترسیدن و می گفتن
جفون مردی نیست که ما رو از دست این اشتها نجات بده. دم آغوز گفت بله هست هست. البته اون مثل من نبود، قدش خیلی بلند بود، قوی ترم بود. خلاصه تیر و کمانشو برداشت و سوار اسبش شد و رفت که اشتها رو بکشه. وظیفتو که میدونی. از تو راضی باشه، به لطف تو در سرما نمیمیری. دوستانت همیشه همراهت باشن و با دخترت قبیله و با پسرت ارتشی بسازی و خدا سایتو از سر ما کم نکنی. آمین. نگاش چشش که با کس میفته عقل از سرش میپره. دماغوز رفت با اژدها مبارزه کنه. گفت به من نگاه کن، با این شمشیر چنان تو رو میزنم که تیکه تیکه بشی و تیکه بزرگت گوشت باشه. افتخار چراگاه جدیدمون، آلپای دلیرمون رقص شمشیر کنن، رسم اجدادی رو زنده نگه داری.
سلطان سلیمان بی‌تمایز از رسومات شما رو زیر پر و بارش گرفته. این لطف ماست. ببینم رسم شما چیه؟ جایی که مهمونید خانزاده رو از راه بدر میکنید؟ معلوم هست چی میگی؟ من حرفمو گفتم، تو هم فهمیدی. حلیمه، مثل یه تیر رها شده از کمانی، بازم میخوای از قبیله فرار کنی؟ پس ماجرا رو شنیدی؟ بله، خواستیم فرار کنی اما متاسفانه نشد. هیچ کس نمیخواد شما میرید. مهمون برای ما مقدسه، ما رسم و رسومی داریم. ارتغرل خان، ابرای سیاه همراه ما هستن. با رفتنمون ابرای سیاه از قبیلتون دور میشن. پس میخواستی وقتی برگشتم اینجا شما نباشین تا دیگه نتونم تو رو ببینم؟ عذاب میکشیدم، قلبم تکه تکه میشد، اما اونا هیچ وقت دست از سرمون بر نمیدارن ارتغرل. اونا کیان حلیمه؟ از شما چی میخوان؟ به نفعتی که از قصه ما بیخبر باشی. جزامی دستگیر کردی؟ دست نگه. این دیگه چه کفتیه؟ این دیگه نظری بیا جلو، موازه باشه، نظری جوتا بیا. جزام داری خطرناکه. این از کجا پیدا شد؟ تا کسی رو مریض نکرده مخشونه. این زن کیه؟ این زن داشت تو دیگه غذا چیزی میرید که گرفتیش. از جورا سیر شدی؟ چه توی دیگ نختی؟ بگو ببینم. شوالیه های معبد به تو سلام رسوندن ارتغرل. دیگه غذا با این زن رو توی گودال آتش بزنیم، من سوزونی داریم. این شمالی ها از جونه چی میخوان؟ امروز صبح گفتی توی حلب میخواستن که تو رو بکشن، امشبم که میخواستن توی قبیله بیماری لاعلاج پخش کنن. از وقتی این مهمونا رو نجات دادی همه ی این جریانات شروع شد. بگو موضوع چیه پسرم؟ موضوع خیلی پیچیده تر از این است پدر. فکر نمی کنم موضوع فقط مربوط به مهمونا باشه. دلیل اصلی حمله شوالیه ها حتما به خاطر چراگاهی که نزدیک مرز صلیبی است. میدونم که تو قبول نمی کنی، اما پیداست که مهمونامون دارن راز رو مخفی می کنن. اما این راز خیلی خطرناک. البته که مهمونای ما تاج سر ما هستن، ولی بیشتر از این صلاح نیست ارتغرل. پدر ارتغرل،
فرزندم. دختر غریبه دختر قبیله نمیشه. اینو فراموش نکن. در ضمن میخوام در اولین فرصت با گوکچه ازدواج کنی. با مادرت حرف زدی. منم باهاش موافق هستم. بگذاری. مسائل مهم رو بذاریم برای یه وقت مناسب. فردا سر صبحونه بیا که با هم حرف بزنیم. شبه تو ناآروم کرده پسرم. مادر، پدرم چی میگه؟ میخواد با خواهر گوکچه ازدواج کنم. گوکچه دختر خانه، پیش ما بزرگ شده. اخلاق و رفتار و اصلیتشو میدونیم. همش درسته مادر، ولی از قلب من خبر داری؟ حلیمه، امروز هست و فردا نیست. اونا رو نمیشناسیم. میگن تاجر هستیم. پدرت سکوت کرده، اما میدونه که اونا تاجر نیستن. میگه اونا مهمونن. مهمونم که حبیب خداست. اصلشون چیه دیگه برامون مهم نیست. اگه حرف پدرتو به صلاح قبیله بدونی، گوکچه سهم توه، نه هیچ دختر دیگه. مادر، خدا با شکار آهویی منو به اون رسوند. چطور از اون چشما بگذرم؟ از اون حرفای شیرین؟ اگه روزی شجاعت پیدا کنم از اون بپرسم منو میخواد یا نه، و اونم بگه دلش با من یکیه، چطور میتونم به اون بگم بره؟ Oh.
با ارتغلور حرف زدم. پدر دختر حالش خوب شده. قبل از کوچه قبیله برن. خان، گوکچه پیشنهاد من بود، اما وجدانم آسوده نیست. ارتغرل دلباخته ی اون دختر است. قلب آلپ باید از درون قبیله بتپه. جوونه، قلبش در جوش و خروشه. وقتی قبیله کوچ کنه، طغیان قلبش هم خوش میشه. میدونه که صلاحش رو میخواد. بگیر بخواب. شبت بخیر خایمه. نگران نباش، فقط خوشحال باش. دیگه همه چی داره درست میشه. سلطان سلیمان هم به ارتغرل گفته میخواد شما ازدواج کنی. نمیدونم خواهر، تو دلم قند آب میشه، اما از طرفی تو دلم لباس میشوره. عزیزی دلم، یه نفس عمیق بکش و همه یه بدیو رو بریز بیرون. گندو ادو هم برگردی، همه چی حل میشه. ارتغرل نیومده؟ نیومده خان، تو چادر خودشه. شما بفرمایید. گوکچه دخترم، برو بگو که برای صبحونه بیا. ارتغرل خان، ارتغرل خان، بیا گوکچه. سلطان سلیمان برای صبحانه منتظر شماست. گوکچه خواهرم، تو برو بیا. توافق پذیرفته شد. هر چقدر سرباز بخواد به العزیز میدهیم، مالیات میدهیم. چراگاهی که گفته رو قبول کن. و
فردا صبح زود راهش شو. سلامم رو برسون. بگو وقتی در چراگاه جدید مستقر شدیم میخوام اونو ببینم. چشم پدر. به اذن خدا بعد از سکونت در چراگاه جدید عروسیز با گوشه رو برپا میکنی. من نوه میخوام هر تو رول. اگه اجازه بدین برا بخور. باید خانو ببینم. سب کن برم به خان خبر بدم. رحمان کی اومده؟ حمزه اومده خان، میخواد شما رو ببینه. بگو بیاد تو. خیر باشه انشاءالله. چی شده رحمان؟ خان کاراتویگار کاراتویگار به کاروان حمله کرد. کاراتویگار؟ معلوم هست داری چی میگی؟ گندو ادو خان کجاست؟ باقی آلپا کجاست؟ همه مردن خان، همه. گندو ادو خانم اسیر کرد. یعنی چی هستی شده؟ تو چطور خانو رها کردی؟ پس چه سربازی هستی؟ تو را چرا رها کردم؟ معلوم شد این کاراتویگار چی میخواد؟ مهمونه ای که ارتغرل خانه ورده. کاراتویگار اونا را میخواد. اگه فردا به اونا تحویلشون ندیم گندو ادو را میکشن. مسبب اینا تویی، همش تقصیر توی. از وقتی که اونا رو آوردی اینجا هر بلایی که بگی سرمون اومده. سرجان سرجان بیا دخترم، بیا بیا. رحمان افراد مورد اعتماد تو بفرست جنازه ها رو بیارم. حمزه رو بدون اینکه کسی ببینه به چادر بدن. آکشا کجا رو ببر بالا سرش. نمیخوام تو قبیله کسی بدونه، فهمیدی؟ نامانم سری بیار پیش برد. بروی چشم خان بلنش. کرتغرل این دیگه چه رفتاریه؟ چرا بدون اجازه وارد چادرمون میشی؟ سلطان سلیمان تو خیمه منتظرته، عجله کن. دخترم به جام دیگه. نومان خان خیر باشه. نگران نباش افشین، چیزی نیست. پدر خارالیمه، شاهزاده رو کجا میبرن؟ سلطان سلیمان اونو خسته. میدونستم آخرش اینطوری میشه، میدونستم بلا سرمون میاد. اگه بلای سر گندو ادو بیاد به خود و خودمون دختره و خانوادشو میکشم. دخترم صبر کن، صبر کن. زن یه خان باید صبور باشه. به خودت بیا.
بفرمایید خان، منو خواستید. بیاید بریم اون طرف. امروز صاحب قاصدی اومد، خبر داد به کاروانمون حمله شده و آلپامونو کشتند. کار کاراتایگار بوده، پسرم گندو دارم گرفتن. خان چی بگم، به نظرم این آزمایش الهیه. خدا صبرت آفره. نگفتم بیای دعای خیرو اظهار تأسف کنی برام؟ گفتم بیای چون میدونی راه زنایی که پسرم و گروگان گرفتن چی میخوان. الان فقط یه سوال دارم و فقط ازت یه جواب میخوام. تو کی هستی؟ یه طرف شوهرم، یه طرفم این ناشناسا که اینجان. اون همه آلپو کشتن، گندوه دو رو گرفتن. گفته باشم اینا دارن یه چیزی رو از ما مخفی میکنن، اما بالاخره من میفهمم، اون وقت خودم حسابشون رو میرسم. زمین و کوه و آداب و خانها نگه میدارن. چیزی که میخوای کار مردونه است. از دست بلاهای این مهمونا مگه مردیم باقی مونده؟ برو دنبالش، مراقب باش بیش از این آشوب بپا نکنه. خان شنیدن جواب حق شماست، اما بدونین که به اندازه ای که به فکر امنیت خودم و خانوادم هستم، به امنیت شما هم فکر میکنم. میدونید خان، اگه بگم کی هستم، بلاهایی که امروز سرتون اومد، باور کنید بهتون قول میدم چندین برابر از قبل بیشتر خواهد شد. اما به شما یه جان بدهکارم، آماده یه از خودگذشتگی هستم به هر صورت و هر طور که شما میخواید. جان خودم و فرزندانم مال شما. تو گفتم فقط یک جواب بده، یک جواب. من از خاندان آل سلجوقم، مظفرالدین داوود، پسر شاه مسعود محی‌الدین، نوه سلطان عزت‌الدین علج ارسلان، شاهزاده سلجوقی هستم. اومدنت پشیمون بشی. تاوانه بلایی که سر قبیلمون اومده رو از خانوادت میگیرم. فهمیدی چی گفتم؟ مطمئن باش اگه دست من باشه، بدون لحظه ای درنگ همه تونه میکشم، میکشمتون. آرامتر خاتون، چرا مثل سگ هار شدی؟ مسبب حمله به کاروانا، کشته شدن جوون مردای ما شما این. کاران توی گار شوهرمو اسیر کرده. مطمئن باش اگر بلایی سرش بیاد، اگر من دختر بشم، اون وقت بهت نشون میدم هار شدن یعنی چی؟ کافیه، ولش کن بیا بریم. ما نمیریم گوگچه، اونا هستن که میرن، مرده یا زنده. این شما این که باید بریم. سرجان خودت بیا، اونو از اینجا ببر. چشم. هر حرفی که از عروسم شنیدی به هیچ کس نگو. این موضوع نباید علنی بشه. تو چادر بمونیم، چون هیچ کدوم نمیدونیم بعد از این چه اتفاقی میفته.
اجازه از خواهر علیمه؟ همه ی حرفاشون رو شنیدم. اصلا خوب نیست. چه کنی مفشین خان؟ اومده تهدید میکنه اگه بلایی سر شوهرش بیاد ما رو میکشی. راه حلی پیدا میکنیم. مثل اینکه سلطان سلیمان خبر جنازه ها رو مخفی میکنه. اگه به گوش قبیله برسه معلوم نیست که عاقبتشون چی میشه. خدا اینو نخواد. نه بلایی سر شاهزاده بیاد، نه گوندو ایتو. نیت کاراتایگار معلومه. در مقابل گوندو ایتو شاهزاده همونو میخواد. شما از چادر بیرون نرین. من حواسم به همه چی هست. با اجازه. سال هاست در حال فرار هستیم خان. از افرادی که حکومتم رو تهدید می کردن فرار کردم. از شوالیه ها، مغول ها، از کسانی که شیفته عصیان بودن، از افرادی که دنبالم بودن برای بقای دولتم، به خاطر پسرم، برای اینکه یه اید آسیبی نبینه از حقمم فرار کردم خان. من خیلی وقته که به فکر زندگی خودم نیستم، ولی ظاهرن تا همینجا بوده دیگه سرانجام این کار فرا رسیده. کاراتایگار میخواد مبادله کنه پدر، اما به هدفش برسه باز شما رو میکشه. بعد از گرفتن شاهزاده خشمش تموم نمیشه، هم تو هم برادرم رو میکشه. از این بابت کاملا مطمئنم. راست میگی پسرا. اول باید راه نجات گندوه دور از اونجا پیدا کنیم. نه فقط برادرم، تو رم دست اون نمیدم پدر. اگه بالپا به اون حمله کنم گندوه دور رو میکشم. مسلمان با این جنگ قبیلمون از بین میره، نابود میشه. باید اونو قانع کنیم اول برادرم رو آزاد کنه پدر. قرارمون باید بیرون از قلعه باشه. اگه مبادله میخواد قوانین رو ما تعیین میکنیم. چرا باید گندوه رو آزاد کنه؟ مجبور آزاد کنه پدر. چرا شوالیه ها توی حلب خواستن منو بکشن؟ چرا واسه آلوده کردن قبیله زن جزامی رو فرستادن؟ چرا شوالیه ها شاهزاده رو پیش کاراتایگار میبردن؟ شوالیه ها میخواستن کاراتایگار در قصد مقام مهمی به دست بیاره و برای اونا خدمت کنه. خواسته اصلی کاراتایگار شاهزاده هاست پدر. به خاطرشون هر کاری میکنه. فقط باید بدونیم چطور باهاش مذاکره کنیم. اگه چیزی که میگه نشد چی؟ اون وقت هممون میمیریم پدر. اما حداقل با شمشیر